نشست علمی روزانه آیت الله سی صادق حسین شیرازی روز پنجشنبه هجدهم 18 شعبان سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با روایتی که به پیامبر اکرم در خصوص صحابه منصوب شده است فرمودند این روایت مرسل است و مرسل به معصوم علیه السلام نسبت داده نمی شود چرا که مشخص نیست این کلام از معصوم صادر شده باشد معظم الله در ادامه فرمودند به فرض آنکه این روایت از پیامبر اکرم صادر شده باشد قرینه بر این است که برخی از اصحاب معین و نه تمامی اصحاب دارای چنین صفاتی هستند ایشان همچنین تاکید فرمودند اطلاق این روایت بر عموم از معصوم علیه السلام صادر نشده است و آنچه که مسلم است این است که این حدیث مرسل است آیت الله لزما شیرازی با اشاره به حدیث سقل این فرمودند پیامبر اکرم فرمودند کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و در این روایت به اصحاب اشاره نشده است چرا که اصحاب حضرت رسول همه ی عادل نبودند و حتی برخی از آنها یکدیگر را به قتل رسانیدند لذا معیار ما قرآن و اطرت است چرا که فقط این دو منبع مورد تاکید پیامبر اکرم قرار گرفته و سومی ندارد معظم الله در ادامه فرمودند اگر بخواهیم به صورت وسیع تر این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم ذکر نکته ای از کتاب جامعه احادیث شیعه که به دستور مرحوم آیت الله العظما بروجردی گردآوری شد جالب توجه است در ابتدای این کتاب که به ابواب مختلف مقدماتی احادیث اشاره شده است تأکید گردیده که مرجع صحیح بعد از رسول خدا و قرآن اطرت تاهر هستند و اشاره به اطرت در ده ها مستر از جمله در تعداد زیادی از مصادر عامه نقل شده است با هم فرمایشات آیت الله لزماشی شیرازی را ببینیم و بشنویم تو روایات در تفسیر همین آیه از اهل بیت علیه السلام داره امانت ولایت اهمی اطهار علیه السلام. سلام وله اذا با اینکه در قصه غدیر و قبل و بعد غدیر یقین داشتن به ولایت امیر المؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام. سلام معذارک سر ظلوم جهول آه آه. بله بله فقط فقط تو بعضی روایات داره که بعضی آها تو بعضی روایات داره نشد تو بعضی روایات داره شد لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله لزما سید صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت ده و چهل و دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاصد فرکانس 120 بیس و بیست سه بیننده نشست علمی باشید